السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان جران قادر عزيز من صالي بيش خيلي مشكلة بزرگ داشتن و برادر خيلي ميربون مسلمان ما هستن و بخاطر تعدد زوجات ایشان با کسی مشوره کرده بودن و خانم اولشان هم برای ایشان مشوره داده بود که من مشکل ندارم مگر دختر خوب باشه و مسلمان محجبه باشه. پس اینا یک دختر خیلی محجبه و خیلی مؤمنه را که دعوتگرم بودند از عربستان سعودی که در اونجا تولد شده بودند به عقد نکایشان در آوردند. یک ماه زندگی خوبی داشتند، بعد از زندگیشان رو به قهقرا کشید و به اندازه شد که حتی این برادر خودش نمیفهمید، منهجش به کلی تغییر کرد، آلاتش به کلی تغییر کرد، یعنی خود را معاهد میگفت اما در افراط میرفت، به سوی افراط میرفت، امور افراطی را پیش گرفته بود. پس وقتی که ایشان از ما سوال کردند و ما پای صحبت ایشان نشستیم، معلوم شد که این زن اول که خودش را اون هم مسلمان خوبی میگفت، در حقیقت شیطان در قلب او لانه کرده بود و او را به حسادت و بدگمانی کشانده بود. عزیزان گرانقدر متوجه باشید که حسادت و بدگمانی دو شمشیر خیلی خطرناک شیطان است که اگر بر کسی اواله بکنه، طبعا این ایمان انسان را قطع میکنه، سر توحید را میبره، خیلی خطرناک است. گمان یا ظن بد یا گمان بد طوری هست عزیزان که سه مرحله داره، هر سه مرحله یزی حرام است و گناه است. یکی مرحله فکری هست، اگر تا حد فکر باشه که در فکر انسان باشه، خب فکر است. این فکر انسان عزیزان گرانقدر جنیات میتونه که فکر انسان را بخونه، این مرحله فکری هست. بعد از اون مرحله قلبی هست، قلب را هیچ کسی نمیدانه بدون الله سبحانه و تعالی که اون هم ملک های مقربی داره که او را برای انسان ها میفرسته، که گمان قلبی هست و دیگرش هم هست گمان چی؟ گمان عملی که انسان در ساحه عمل ای گمان را پیاده میکنه. گمان قلبی که وقت انسان بالای کسی فکر بد میکنه و ای تا حد قلب است، ای بدون الله سبحانه و تعالی به کسی معلوم نیست و همون ملک های خیلی مقربی هست که اونا وظیفهشان هست که اسرار را محرم نگاه میکنند و اینا فقط به اذن الله سبحانه و تعالی به واقفند. محلش قلب است، قلب انسان است. خب این هم گناه است عزیزان، چون این نیست که انسان در قلبش گمان بد بکنه و این گناه نباشه، این هم گمان بد است. و همین آیه قرآن که الله سبحانه و تعالی می فرماید که اجتنبوا کثیرا من الظن، که از بسیاری از گمان ها پرهیز کنید، این بعض الظن اثم، که بدون شک بعد از گمان ها گناه است. یعنی اگر گمان یا ظن بد تو را به جایی میکشانه که تو را به طرف شرک بکشانه و حتی از تو چیزهای سر بزنه که تو گناه بکنی، این خیلی خطرناک است عزیزان. و اینجا الله سبحانه و تعالی بندگان خود را هشدار داده و میگه که کدام بندگانش؟ همون بندگانی که مؤمن هستن، ایمان آوردن. الله سبحانه و تعالی برایشون خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، شما را میگم اجتنبوا، اجتناب بورزید، توبه کنید، به طرفش نروید، روی بگردانید. از چی؟ کثیرا من الظن، از بسیاری از گمان ها. در اینجا لفظ کثیر آمده، لفظ کثیر یعنی بسیار، یعنی اکثریت گمان هایی که در انسان خلق میشه اگر محل زی قلب باشه، قلب انسان باشه، و اگر ای از قلب خارج شه و به مرحله دوم بلند بره که به مرحله فکر برسه،
این دیگه خطرناک میشه. ای به مسابه این است که گوسفند را شما هر روز جو ارزن بدهید و اون چاق شده برود و برای قربانی آماده شود. شما این گوسفندکی که در فکرتان هست، این گمان بدره شما چاق کردید و هیر اولا کردید به فکرتان. وقتی که به فکر خطور کرد، اینجا متوجه باشین عزیزان، یک موضوع خیلی مهم و باریک هست که افکار انسان را جنیات و شیاطین میتونند بخوانند. اگر در فکرتان یک تصویر بگرده، اگر در فکرتان شهوت بگرده، اگر در فکرتان یک حالت مستعجنه بگرده، شیاطین میتونن که را بخوانند، اما قلبتان را نمیتونن، اجازه ندارن، اون را نمیتونن، نمیتونن، امکان نداره برای زینا. پس وقتی که گمان از مرحله قلبی خطا میخوره و به مرحله دوم، مرحله فکری میرسه، اینجا دیگه زهرش را میچکاند. ای عزیزان گران قدر، خیلی خطرناک است. ایاکم و الظن، رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، از گمان پرهیز کنید. به خاطر چی؟ فان الظن، به خاطر چی؟ اکذب الحدیث، گمان بد دروغترین سخن است. سبحان الله. یعنی اگر شما به معنی گمان بروید و این تحقیق بکنید که گمان چی است، گمان چیزی است که در فکر آدم خطور میکنه، در قلب آدم خطور میکنه. این چیزی نیست که انسان عمل بکنه، این چیز فیزیکی نیست، یک چیز معنوی هست، روحانی هست، قلبی و فکری هست، اما مرحله ها دارد عزیزان گران قدر. گفتیم برایتان مرحله قلبی، مرحله فکری و مرحله عملی. هر سه مرحلهش گناه دارد، هر سه مرحلهش انسان را داخل گناه چی میکنه؟ داخل گناه ایرا محات میسازد. چقدر این خطرناک است عزیزان گران قدر. این ضعف ایمان است، ضعف نفس است، غرور و خودخواهی هست، تبایی دین دنیا هست، تبایی اعمال انسان هست، انسان را به گناه و معاصی وا می داره، موجب اختلاف و تفرقه میشه. اینمی از جمله سبع موبقات است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذکر کرده. یعنی سبحان الله، این خیلی خطرناک است. اینا باید خیلی متوجه باشیم عزیزان گران قدر. قلب های خود را خیلی پاک بسازیم. این خواهر من رضایت داده بود برای این برادر که مشکلی نیست، دختر خوبی باشد که بتواند برای شما زندگی بکند، با ما زندگی بکند، بسازد، هیچ مشکلی نیست، استخاره کنید، بروید دختر را بگیرید و دستش را بگیرید و بیاورید خانه، من هم خدمتش را میکنم. همینطور شد، برادر ما میرن عروسی میکنن و یک ماه اینا فقط لذت زندگی را میدانن و بس. بعد از یک ماه آلات خراب میشه. این زن اول گمان میکرد که این پسر قبلا با این دختر ارتباط داشته، در حالی که اصلا با این دختر ارتباطی نداشته. گمان میکرد که این پسر شوهرش این دختر را از کدام طریقی چنین و چنان میشناخته، در حالی که چنین نبوده. و بعد از اینکه عروسی کردن، این حسادت این دختر خیلی زیاد شده میره، چون این دختر اول، زن اول، گمان هایی که در افکارش میگرده از مرحله قلبی نفوذ میکنه به مرحله فکری. وقتی که این گمان به فکرش نفوذ میکنه، شیطان که گمان از این را میخونه، وقتی گمان از این را میخونه، این را وسوسه میکنه. در اینجا دیگه حسادت به این تزریق میشه، حسد میورزه. خب سه شنبه با اون بود و جمعه با من بود و چهارشنبه با اون بود و با اون بسیار علاقه دارد، با اون چنین میکند، با اون مصرف میکند. یعنی گمان جمع چی؟ جمع حسادت. گمان جمع حسادت، گمان جمع حسادت. بالاخره این دختر وا میداره و با یکی از خارخونده هایش میگه که اینه تو و او میگه که در ما کسی را میشناسم، در امین سعودی کسی را میشناسم، تو را نزد از اون میبرم و او برای تو دعا میکنه که امین خانم تو، که امین شوهر تو دوباره برگرده به سوی تو و علاقهش به تو بیشتر شود.
پس میگه خب بیا برویم اونجا. میروند و اون چی دعا میکنه، اون اورادهای شیطانی را میخونه. یک چیزی هست که اورادهای شیطانی که زیر زبان میگوید که اصلا ما نمیدانیم چی میگه، این یک سخنهای به شیاطین میزند و برای شیطان سجده میکند و این آن برایش میگوید که این را دود کن و این را به هابش بریز و این را بر خوراکش بریز و این دختر میاین این کار را میکند و بعد از یک هفته مزاج این پسر تغییر میخوره و باز هم حسادت اینا نمیگذره، باز هم میرود نزد اون پیرزن، میگوید ببین این آن چیزی که من میخواستم نشد. اون پیرزن میگه خب چی میخوای؟ میگه این چنین فرمایش برای اون میدهد. الله را فراموش کرده، یعنی یک مخلوط از گمان بد و مخلوط از حسادت این دختر معجبه پاکدامن و مؤمنه را، دختر موحده را به سوی چی کشند؟ به سوی شرک کشند. از اون مراحل اولی قلبی گمان بد شروع شد، به مرحله دوم گمان فکری آغاز شد. وقتی گمان فکری آمد شیطان ای را خواند، با شیطان ای چی کرد؟ بیعت کرد، از شیطان کمک خواست. و همون چی است که ما میگیم که الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الله به تو پناه میبرم از شر کسانی که وسوسه میکنند از جنس ما انسان و از جنس جن. اون خواهر خوانده ازی از شیاطین انسی بود که این را نزد شیاطین انسی دیگر برد، نزد ساحره برد، گفت بیا برای تو دعا میکند. این هم رفت به اون عقیده کرد، چون بار دیگر رفت تصدیقش کرد، کارش را تصدیق کرد، دو سه بار این کار را کرد و میگفت که خب من متعقیدم که کار تو خوب است، چرا خواهر خانده ما گفته که کارهای تو بسیار خوب بوده. پس وقتی کار تصدیق کرد چی شد؟ این دختر کافر شد. وقتی که این زن کافر شد، همون عقد نکاحی که با مرد داشت باطل شد. پس هر باری که این مرد با این میخسبید، این چی میشد؟ برایش زنا محسوب میشد، در حالی که اون مرد بیچاره نمیدانست. ببینید از این خدعه ها و این پلان های شوم شیطان چقدر عمیق است. یعنی اینها تمام شرح و تفصیل کار داره. به مخاطر خواستم که موضوع خدمت شما عزیزان میره پیشکش بکنم که ببینیم که شیطان یک خواهر معجبه موحده را و یک برادر موحد را که برای زیت بار میکنه و این میره به تعدد زوجات و او هم برش اوکی میکنه، چگونه زندگی اینا رو تباه میکنه، چگونه بین اینا طلاق واقع میشه بدون از اینکه از زبان این مرد لفظ طلاق خارج شوه، چگونه این زن را گمراه میسازه و گمان را چگونه این زن از قلبش به فکرش و از فکرش به ساعه عمل پیاده میکنه. این سه مرحله گمان را عزیزان بدانید، خیلی مهم است. گمان قلبی، گمان فکری و گمان عملی، هر سه مرحله گمان گناه است. قلبهایتان را پاک کنید، احساساتتان را پاک کنید، هر کاری که انجام میدید، هر عملی که انجام میدید، هر عبادتی که میکنید، هر معامله ای که با هر طرفی که میکنید، گمانتان را اصلا پاک بکنید. بله، برای امین است که ما استخاره میکنیم، برای امین است که ما خودمان را از گمان ها پاک می سازیم، برای امین است که ما تهجد می خوانیم، برای امین است که قرآن می خوانیم، برای امین است که ما خودمان را رقیه می کنیم، برای امین است که ما افکار صبح و شام را می خوانیم، برای امین است که ما خودمان را به الله حواله می کنیم، برای امین است که ما نوکر شهوات و هوا و هوس نمی شویم. خب فائده چی فائده داشت این داستان و این تفصیلات؟ تعدد زوجات در افغانستان در میان مردم افغان ناممکن است، ناممکن است، امکان ندارد. ولو که شما موحد و موحده هم باشی یا صد القاب را هم بگذاری، بالاخره یک طرف نه یک طرف وسوسه می شود و گمان می برد و گمانش می رود به مرحله عملی و بعدش هم به شرک می انجامد و این چنین مشکلات خلق می شود. اسلام آنطوری که باید در قلوب مؤمنین داخل شود، در قلوب مسلمین داخل شود، آنطوری که در افغانستان باید اسلام پیاده شود، آنطور اسلام
در رگ و خون ما، در قلبهای ما داخل نشده. ما فرهنگ را از اسلام عزیز برتر می شماریم. هر آنچه که فرهنگ است برای آن سر می دیم و هر آن کسی که حق را بگوید سرش را می زنیم. ما اول از خانه های خود آغاز بکنیم، از همسایه ها و از دوستان و از نزدیکان و خیشان اینها آغاز بکنیم. این یک موضوع مهم بود خدمت شما عزیزان پیشکش کردم، گرچه تفصیل بیشتر می خواهد، اما برای این 15-16 دقیقه که صحبت کردیم بسنده می کنیم و از بارگاه رب منان استدعا داریم که الله سبحانه و تعالی ما شما را هدایت نیکی نصیب بکند و الله سبحانه و تعالی اسلام حقیقی را در قلب های من حق بکند و ترس الهی را، تقوای الهی را الله سبحانه و تعالی برای ما شما عطا بفرماید، برای مرد و زن ما، تا ما شما از شرک و از بدبختی ها و از سحر و جادو و از گمان بد و از افکار بد بدور باشیم. آمین یا رب العالمین.